سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای طلاق خانم محسی و اعدام همسرش که باعث شکسته شدن محسی شد با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. بانو محسی خواننده خوش صدای کشورمون شدیداً عاشق همسرش بود اما مجبور شد از اون جدا بشه همسرش چند سال بعد اعدام شد و فردای اون روز محسی واکنش عجیبی به این خبر نشون داد بانو محسی متولد 25 آبان 1325 در تهران خیابان عینالدوله دوله بود. نام اصلی اون افتخار دده بالا بود. ایشون خواهر کوچکتر بانو هایده. بود. خود خانم محسی در مورد اینکه چرا زودتر از خواهر بزرگترشون یعنی خانم هایده وارد موسیقی شده بودند گفته من و هایده عزیز از بچگی عاشق خوندن بودیم. مامانمون مراسم مولودی میرفت و در متح امامان و حضرت زهرا مولود میخون ما هم کنار دستش میشستیم وقتی که بزرگتر شدیم ما هم باهاش همخونی میکردیم هایده یه روزایی به من میگفت بیا بریم توی فضای باز بخونیم تا صدامون باز شه. خانواده اصلا اجازه نمیدادن ما وارد عرصه هنری بشیم. من معنی پدر داشتن رو هیچ وقت نفهمیدم. چون وقتی دو ساله بودم پدرم رو از دست دادم. من آخرین فرزند اون بودم. پدرم یه آدمی بود که توی خانواده بسیار قدرتمند بود و همیشه حرف آخر رو میزد. چهار تا زن گرفته بود و هر چهار زنش توی یه خونه زندگی میکردن. برادر بزرگتری داشتیم که اسمش اکبر بود. با من ناتنی بود ولی بعد از اینکه بابام فوت کرد اون شد مرد خانواده. به ما اجازه نمیداد که بخونیم. هایده هم که خیلی زود ازدواج کرد. فقط چهارده سالش بود که فرزند اولش رو به دنیا آورد. من ما هنوز ازدواج نکرده بودم. توی خونه تمرین میکردم و برای اعضای خانواده و فامیل میخوندم هایده شوهرش افسر بود ما یه جایی زندگی میکردیم به نام کوی افسران یه خانواده ای اونجا بودن که با دختر خاله علا حضرت دوست بودن یه روز ما رو برد پیش دختر شاه یه روز ما رو برد پیش دختر خاله شاه ایشون خیلی از من و هایده خوشش اومد ما در دربار اجرا کردیم و خانواده پادشاه خیلی ما رو تشویق کردن خواهرم هایده اما چون شوهر داشت زیاد نمیتونست به دربار بیاد اما من توی مهمونی ها سعی می کردم حضور داشته باشم و اونجا بهترین هنرمندهای کشور حضور داشتن یه روز پرویز یا حقی صدای منو شنید و بهم به گفت به استودیوی من بیا منم رفتم و یه شعری به داد و گفت حسابی تمرین کن من میخوام از توی خواننده بسازم چون صدای خیلی زیبایی داری من اون موقع فقط 15 سالم بود به پرویز یا حقی گفتم برادرم اکبر منو میکشه اجازه نمیده ما خواننده بشیم اما بعدش که حسابی فکرامو کردم دیدم من آرزومه که بخونم اگه قرار منو بکشه حداقل بزار به آرزوم رسیده باشم اون موقع ها اصلا رسم نبود که یه دختری بخواد بخونه اکثر خانواده ها با این موضوع ها مخالف بودن من اولین آهنگم رو خوندم نام هنری من از همون آهنگ اول شد محسی پرویز یا حقی این اسم رو انتخاب کرد آهنگ اولم در عید فطر توی برنامه گلها پخش شد خیلی خیلی احساس خوبی داشتم که مردم ایران همگی دارن صدای منو میشنوند. هایده ما یکی دو سال بعد وارد عرصه خانندگی شد. خانم محسی در منزل یکی از دوستان خانوادگیشون برای اولین بار کوروس نازمیان رو دید. اونها جوری عاشق هم شدن که خیلی زود با هم ازدواج کردند. خانم محسی گفته کوروس نازمیان خوشقد و بالا و خوش بود. چهارشونه و به معنای تمام یک مرد واقعی بود. من واقعا عاشقش شدم. هر دوتامون مجرد بودیم. من 19 ساله و اون 25 ساله Văd. خیلی زود اما با هم ازدواج کردیم زندگی ما اما فقط ده سال دوام داشت پیش از انقلاب همسر اول بانو محسی بعد از مدتی زندگی با اون وقتی که 35 ساله بود و محسی فقط 29 سالش بود عاشق فیروزه شد فیروزه یک خواننده کوچه بازاری بود و خیلی زود از محسی جدا شد محسی که دیوانوار همسرش رو دوست داشت با این اتفاق بسیار غمگین و افسرده شد ترانه های بیاخونه بازی چه و دلغک رو خطاب به همسرش کوروس نازمیان خوند چند سال بعد از اون اما خانم محسی دوباره ازدواج کرد اما اون ازدواج هم خیلی زود به طلاق ختم شد بعد از دو جدایی اما تصمیم گرفت تنها زندگی کنه با مادرش در فرمانیه تهران خانه گرفته بودند و در کنار هم روزها رو میگذروندند ایشون از ازدواج اولش با کوروس نازمیان دختری به نام سهر داشت سوژه داغ جدایی جنجالی محسی و کوروس نازمیان به دلیل عشق شوهرش به فیروزه تا مدتها تیتر مجله های اون سالها بود حتی مجله دختران و پسران که خیلی کم به هواشی هنرمندان میپرداخت هم به این سوژه داغ پرداخته بود و با چاپ یک عکس رنگی از خانم فیروزه این مسئله رو توضیح داده بود که همسر محسی عاشق این زن شده بعد از مدتی شوهر سابق محسی یعنی کوروس نازمیان که در آبادان یک پمپ بنزین داشت و در زمان مان جنگ هم رفت و آمدهایی به عراق داشت اون به جرم جاسوسی اعدام شد منوچهر بیبیان صاحب تلویزیون جامع جمع اون روزها رو اینطوری توصیف کرده گفت فردای اون روز توی تلویزیون برنامه داشتیم محسی و شمایزاده برنامه ای دو نفره اجرا کردن خانم محسی قرار بود ترانه به نام میریم ایران رو دوباره بخونه تازه خبر ادام شدن شوهر سابقش رو شنیده بود همین که شروع به خوندن کرد اشک از چشمانش جاری شد با وجود اینکه میگفت من خیلی ناراحتم و نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم بهش گفتیم اشکالی نداره به کارت ادامه بده این ماجرا باعث شده بود که فشارهای روحی و روانی زیادی به محسی وارد بشه ازدواج دومش با بهرام سنندجی صاحب کارخانه کفش بود که فقط دو سال با هم زندگی کردند بانو محسی از تنها دختر خودش یعنی سهر دو نوه دختری به نامهای ناتاشا و ناتالی داره. بانوم هستی در مورد این موضوع که خیلی ها گفته بودن اون و خواهرش خانم هایده همیشه با هم رقابت داشتن و به شدت به هم حسادت میکردن و اصلا با هم رابطه خوبی نداشتند گفت به جان تنها فرزندم سهر قسم میخورم که اصلا چنین چیزی صحت نداره من عاشق هایده بودم ما خواهر بودیم عاشق هم بودیم هر شب با هم بودیم رقابتمون در این حد بود که من کار خوب بسازم و هایده هم کار خوب بسازه چیز بیشتری نبود اما هرگز به خاطر کار حتی برای چند دقیقه هم با هم قرار نبودیم یا اینکه بخوایم به هم حسادت کنیم که چرا اون یکی موفق تره اصلا و ابدا چنین چیزی نبود توی بحث ها و حرف های فامیلی و خواهرانه هم گاهی اوقات دلخوری های پیش میومد که خب خیلی طبیعیه بین همه خواهرها پیش میاد اما دو سه روز بعد کلا یادمون میرفت که سر چه چیزی از دست هم ناراحت بودیم ولی رقابت یا حسادت کاری هرگز بین ما وجود نداشته قدرت و زیبایی صدای خواهرم هایده بینظیر بود من با هایده انقدر راحت بودم که بهش گفتم خواهر من آهنگ مستی تو رو خیلی خیلی دوست دارم اجازه میدی منم به خونمش و منتشرش کنم اون هم اجازه داد و گفت بخون من خوندم و منتشر کردم خانم محسی در ادامه گفت همیشه تعطیلات که میشد به لندن میرفتیم سال 57 قبل از اینکه انقلاب بشه برای تفریح و گردش به لندن رفتیم اما انقلاب شد و برای همیشه خارج از ایران موندیم بسیاری از اموالمون هم در ایران موند یک خونه در تهران داشتیم که مصادره شد ولی در لندن از سالها قبل یک آپارتمان خریده بودم و اونو داشتم خانم محسی بعد از ازدواج دخترش و فوت مادر و فوت هایده خواهر عزیزش از همیشه تنها تر شده بود ایشون حدود چهار سال بیماری سختش رو از همه مردم و طرفدارانش پنهان کرد اگرچه که تحت شیمی درمانی خفیفی بود اما این موضوع رو به طرفدارانش نگفته بود پزشکش بهش این هشدار رو داده بود که مداوای اون دیگه باید با دوز بالاتر انجام بشه موضوعی که باعث مشکلات زیادی در صدای محسی و حتی در حفظ تعادلش شده بود با این حال در نوروز 86 یعنی آخرین بهار زندگی محسی بعد از چندین روز اجرا در یک کنسرت که قرار بود به همراه ستار و گلپا در دوبه صورت بگیره به علت آشکار شدن علائم بیماری محسی از اجرای کنسرت کناره گرفت و به سرعت به همراه دخترش به لس آنجلس برگشت اون توی یک برنامه تلویزیونی به همراه دختر و نوههاش و پزشک خانوادگیشون شرکت کرد و به همه مردم اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلاست و باید باید پرتو درمانی بشه به همین دلیل بعد از انجام مراحل مداوا خیلی سریع به همراه دخترش به شمال کالیفرنیا رفت و توی یکی از بیمارستانهای مجهزی که برای همسر سهر یعنی داماد محسی بود بستری شد روزهای پایانی زندگی محسی فرا رسیده بود خواننده ای که طرفداران بسیار زیادی داشت بعد از انتشار آلبوم موفق از خدا خواسته در حالی که در حال آماده کردن یک آلبوم دیگه بود که در اون هم با شادمهر عقیلی همکاری می کرد بعد از تحمل چهار سال بیماری سخت سرطان روده بزرگ متاسفانه صبح چهارم تیر ماه 86 در سن 61 سالگی در حالت اغما درگذشت روح بانو محسی و بانو هایده این دو هنرمند بزرگ ایرانی شاد و یادشون گرامی ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.